دومین روز آذر ماه برابر با 23 نوامبر سال 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، در گذشت غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، استاد تار و موسیقی ایران که در تهران به دنیا آمد و در 11 سالگی به گروه موزیک مدرسه دارالفنون وارد شده و در زمره نوازندگان مخصوص قرار گرفت. او برای پر کردن صفحه گرامافون خود مسافرت‌هایی به انگلستان و روسیه داشته است. درویش به سبب آشنایی با موزیک نظامی در نوازندگی تکنیکی خاص و بدیع داشت و با ابتکاراتش موسیقی ایرانی را تا حدودی از یک نواختی خارج ساخت. او همچنین تصنیف‌ها و کنسرت‌هایی نیز برای کمک به مستمندان و آسیب دیدگان ترتیب می‌داد. درویش خان در موسیقی سنتی ایران تحولی ایجاد نمود، ضمن اینکه پیش درآمد را از نوآوری‌های وی در موسیقی می‌دانند. درویش خان سرانجام در حالی که عازم منزلش بود، بر اثر تصادف با اتومبیل در 54 سالگی درگذشت و در تهران مدفون گردید. سال 1369 خورشیدی برابر با 1990 میلادی، در گذشت استاد مهدی خالدی، موسیقیدان معاصر که در تهران به دنیا آمد و از کودکی به نواختن ویولن علاقمند بود. از این رو موسیقی را نزد استادان برجسته این هنر در تهران آموخت و از بدو تأسیس رادیو همکاری خود را با آن آغاز کرد. هوش و استعداد استاد خالدی در یادگیری این هنر آنچنان زیاد بود که در مدتی کوتاه نواختن تمام ردیف‌های موسیقی را فرا گرفت و یکی از مبتکران و آهنگسازان دوره جدید در موسیقی ایران بود و شیوه‌های نوینی را در نواختن ویولن ابداع کرد که اکنون توسط نوازندگان و اهل فن اجرا می‌شود. استاد خالقی در 73 سالگی درگذشت. سال 1364 شمسی برابر با 1985 میلادی، غلام حسین ساعدی در 13 دی ماه 1314 در تبریز و در خانواده کارمند به دنیا آمد. در نوجوانی به سازمان جوانان فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و در 17 سالگی مسئولیت انتشار روزنامه‌های فریاد، سعود و جوانان آذربایجان را بر عهده گرفت و در 18 سالگی در تابستان 1332 زندانی شد. 20 ساله بود که در دانشگاه تبریز تحصیل پزشکی را آغاز کرد و به دلیل محتوای مقاله‌ها و داستان‌هایش به رغم داشتن مدرک پزشکی به عنوان سرباز صفر در تهران خدمت کرد و از همین دوران داستان‌های او در مجله سخن به چاپ رسید. نمایشنامه‌های او هنوز هم از بهترین نمایشنامه‌هایی هستند که از لحاظ ساختار و گفتگو به فارسی نوشته شده‌اند. وی در روز شنبه 2 آذر 1364 در پاریس درگذشت و در کنار صادق هدایت به خاک سپرده شد.